aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere عجب دنیای عجیبیه. چرا کسایی که دوستشون داریم ما رو دوست ندارن؟ چرا ما کسایی رو که دوستشون ندارن دوست داریم؟ عاشق چه کارا که نمی کنه؟ آی ظاهرا من یکم کرم رو درک می کنم. ای ساکت شو. متاسفانه منم یکم درکش می کنم. برای همین می خوام فورا فراموشش کنم. چه جوابی بهش دادی؟ چیزه مجبور شدم قبول کنم. یه ماه باید تحمل کنیم دیگه. چیزه حیات، اولین باری که تو عمرم دیدم یه مرد از شادی داره گریه میکنه به خدا. خیلی برام عجیب بود. به اصلی گفتی؟ حتما خیلی تعجب میکنه، خیلی هم خوشحال میشه. نه به اون نمیگم، با اون دختره لش کردم. بی خودی واسه من از کرم داره دفاع میکنه. اونو برش کن، بذار تنهایی سر شیفتش بمونه، جونش در بیاد. یکم دلم خنک بشه. وقتی که اومد خودش میفهمه. تو برای خودت نیار. خوشگل ترین مامان خاورمیانه اروپای شمالی و دریای بالکان داره غذا میخوره. پسرم الان یادت افتاد یه مامانی هم داری؟ این چه حرفیه مامان؟ بابام که با تو اومد منم گفتم برم داداشمو ببینم. مگه مراد چه شده؟ آها، پس یعنی داداشتو انتخاب کردی؟ بچه گفت دیگه دریا، چون من پیش تو بودم این کارو کرده دیگه. اگه میشنید که داداشش چه چیزایی به من گفته بازم همین کارو میکرد؟ میشه به منم یکی لطفاً بگه اینجا چه خبره؟ چیز مهمی نیست مامان جان، امروز دریا و مراد یکم بحثشون شد. ها یعنی من بزرگش میکنم؟ راستش اینو باید بهت بگم مامان که داداشم الان از تو بدتره. چرا؟ چون مقصره. ممکن نیست به خاطر این باشه که بهش گفتی من مامان تو نیستم. خب حالا تو میدونی اون به من چی گفته پسر؟ مگه مراد چی میتونه گفته باشه؟ نوه من خیلی با تربیت و با شخصیته. یعنی چی؟ یعنی من اینجوری نیستم عظیم خانوم؟ از دست شما هم ناراحتم. گفته باشم؟ پس یعنی حرف مراد توی این خونه از من با ارزش تره. آخه آدم به یه بچه بیمادر این حرفو میزنه؟ بازم رو دنده چپش گیر کرده دیگه. من برم دلشو به دست بیارم، از اون برم یه سر برم پیش داداشم. اما کدوم کرم؟ نمیدونم. کرم شاد، کرم عاشق، کرمی که دوست دختر داره. سری به دوست تبریک بگو. خوبه، حداقل یکی از ما شاده. اعتراض قبول نمی کنم. نوشیدنی خیلی باشه، هر جور تو بگی. اینا اسرار خانوادگی ماست. باور کنی نمیخواستم الانم بهتون بگم،
ولی اصلا با خودتون فکر کردین که چرا من این همه مدت شما رو با کرم آشنا نکردم؟ چرا دخترم؟ خب معلومه، برای حفاظت از شما. کرم یه آدم خیلی خطرناکه. خب چون خیلی خوشتیپه دیگه. آره آره، خب حیات باید چارچشی مراقبش باشی. درسته. کلن اگه میخواستم هم نمیتونستم آشناتون کنم، چون تازه از زندان آزاد شده. چی میگی؟ به علاوه سرباز فراری هم هست. نگو. سه تا بچه این نامشروع هم داره. وای نه. تا با خودم گفتم آدم رویامو پیدا کردم، رسما داغون شدم. مردی که تعادل نداره، الکلی هم هست، خیلی هم بدبینه، مرض دروغ گفتنم داره. حتی ممکنه اون سیبیلاشم مصنوعی باشه. گفته باشم در کل از لحاظ انسانی آدم خوبیه. آره آدم خوبیه، خیلی تلاش میکنه که از این عادتهای زشتش خلاص بشه، ولی خب دیگه تازه تو مراحل اول درمانشه بیچاره. من الان خیلی ناراحتم. به هر حال اون پسر خالمه، یعنی بندازمش بیرون نه نمیشه. بفروشمش نه نمیتونم، ولی دلم نمیاد حیات بدبخت بشه. عزیزم، مخصوصا این که نمیتونم شما رو فریب بدم. باید میفهمیدم، اینقدر پسر خوب و کاملی به نظر میومد که اصلا فکرشم نمیکردی. فهیمه، باید سالن عروسی و مهمونی رو کنسل کنیم. بگو اون نمونه کارتای عروسی هم دیگه برامون نفرستن. نگران نباش، حلش میکنم. نگران نباش. به سلامتی اینکه بی خودی خودتو بدبخت کردی. ایشالا برای تو هم باشه. نه همینجوری خوبه، من همینجوری خوبم. ایپیک با حیات خانم دوست صمیمیه، اینو که میدونی. فکر نکن متوجه ایما اشارت نشدم. تازه اون حیات که میگی دوست پسر داره، کرم، از اطلاعت. نگو، باور نمی کنم. منم چه با خودم گفتم خوب شد جفت جفت با هم میگردیم. خب یعنی فقط رابطه کاری بینمون هست، چیز دیگه این نیست. او یکی طلبتون. آقا دوست دختردار شده، بی خبر اومد دروک. وای به سلامتی، تبریک میگم. ممنون. بیا دیگه. اینجور که معلومه شب درازی در پیشه. نمیدونم، فعلا که تازه شروع کرد. امان امان، لعنت به این دنیا، پسر به این خوبی هم خراب از آد در اومد. رنده کنین دختر، رنده کنین، ما اینجا دلمون داره ریز ریز میشه. حیات دخترم، اون میوه رو رنده کن، دیگه این قلب من خودش رنده شده. همش تقصیر اون پسرم کرم بود، بی خودی گول خوردم، الکی ذوق کردم. نشت، ناراحتی اینا خیلی با نمکه، مگه نه؟ مامانم رو میشناسم، به زودی خونمون میشه شیرینی فروشی. الو، بدون من اونجا دارین چی کار میکنی؟ کاری نمی کنیم جانم، الکی حسودی نکن. خاله امینه و خاله فهیمم به خاطر ماجرای کرم و اینکه تمام رویاهاشون نقش براب شد، زدن تو کار پخت و پس. منم این وسط به کار گرفتن. آی چی دارین درست میکنی؟ نمیتونم بگم، حواس میکنی. بگو بگو، سهمشو میذارم کنار، نگران نباش. یه راهنمایی، اون با حرف ر شروع میشه و با وانی هم تموم میشه. ایپک خائن، آخه این چه کاری که با یه پرستار خاص و در حال انجام وظیفه میکنی؟ من برای کیک روانی میمیرم. دختر عزیزم، آخه خاله امینه وقتی تو شیفت باشی تنهایی و بدون تو کیک میخوره. تو حالا وایسا، یکم جا بیفته شیرشو بریزم میدم به یه پیکی، چیزی برات بیاره عزیزم. قربونت بشم خاله امینه، آخه ما چطوری میتونیم این کاراتو جبران کنیم؟ دختر جبران میکنی، جبران میکنی. تو یه آمار بگیر ببین اطراف تو بیمارستانتون یه دکتر حدوداً 30 ساله و مجرد هست؟ از دوست آشناهات هم یه پرسجو بکن عزیزم.
مامان یه استراحت بده، حداقل بذار یکم بگذره. چه جالب، من اصلا نمیدونستم تو درس روابط عمومی خوندی. فکر کردم روابط عمومی خوبه این رشته رو خوندم، بعدش فهمیدم که نه نمیشه، برای همین فوق لیسانس هم حمل و نقل خوندم. عجب آدم باحالی هستی. آخه روابط عمومی چه ربطی به حمل و نقل داره؟ میخواد واسه خودش شرکت حمل و نقل رو بسازه. آها، پس شما برای همین با هم رفتین سربازی. البته فکر کردی چطور تونستم فرمانده بشم؟ من جواب بدم الان برم کردم. آره. الو، سلام آقا شوکی. سلام آقا مراد. اون طرفی که تو با دنبالش بود و پیدا کردم. خیلی ممنونم، ببخشید مزاحم شما هم شدیم. این چه حرفیه؟ وقتی تو با از من چیزی بخواد با کمال میل انجام میدم. عکسای شما رو یکی به اسم جک کویر به دفتر روزنامه تحویل داده. جک؟ بله، این پسر ظاهراً مدله، حتی یه مدت با شرکت سارتم کار کرده. خیلی ممنونم. خواهش میکنم، به امید دیدار. بفرمایین آقا مورد. شماره تلفن و آدرس خونه یه عوضی به نام جک کوی رو میخوام، یه مدت برای ما به عنوان مدل کار کرده. ولی من الان این وقت شب چطوری؟ به من نگاه کن ببینم. بیا بشین اینجا. خواستم عظیم خانوم، بذار یه وقت دیگه، میرم دراز بکشم. گفتم بشین. چیه؟ دخترم، تا امروز دیدی من برای تو مادر شوهر بازی در بیارم؟ خب بستگی به این داره که منظورتون از مادر شوهر بازی چی باشه. تو مادر شوهر بازی ندیدی، اما اینو بدون که اگه اینجوری ادامه بدی مجبورم میکنی این کارو بکنی. من کاری نکردم. این خونه یه بزرگتر داره دخترم، خدا رو شکر من هنوز نمردم. بریم سر اصل موضوع. چند شب پیش شنیدم به دروغ چیا گفتی. خوب میدونم دنبال چی هستی، اما تا زمانی که من زندم اجازه نمیدم که میونه این دوتا داداشو به هم بزنی. برو خدا رو شکر کن که من مادریم که شادی پسرشو میخواد. برای اینکه برات مشکلی پیش نیاد صدامو در نمیارم، برای همین به نجات چیزی نگفتم. اما چرا دروغ بگم؟ شادی و خوشبختی نوه هام خیلی برام مهمتر از شادی باباشونه. برای همین حواستو خوب جمع کن. اگه یه بار دیگه بشنوم همچین حرفی زدی، همه ی حرفایی که با گوشای خودم شنیدم و میرم کف دست نجات میذارم. مراقب رفتارت باش. زود باش دیگه داداش، داری چی کار میکنی؟ شما فعلا ادامه بدیم، من منتظر یه تماسم. ای بابا چی شد چالی؟ آقا مراد، اول شماره یه جک هاکوی رو پیدا کردم. کشش نده. کجاست؟ تو فنرباغچه هست، کنار ساحل، یه زمین بسکتباله، اونجا با دوستاش داره. کلید ماشین رو بده کرم. میدم، ولی چیزی شده داداش. بده بده. وایسا چی شده داداش؟ یه موضوع شخصیه، شما دخالت نکنیم باشه؟ بیا بریم دنبالش. رسمن دیوونه شده. داداش میگی چی شده یا نه؟ فقط حواست باشه از سرعت مجاز زدی بابا. بی خیال بابا. داداش جونم، میشه بگی چرا انقدر عصبانی شدی؟ نه باست تو حالت عصبانی تصمیم بگیری ضرر میکنی. فقط این وسط یه نفر ضرر میکنه، اونم جکه. یه لحظه، کدوم جک؟
همونی که تو تولد چیدم دورو بر حیات میپرکید، اونو میگم. تو اون قضیه رو فهمیدی؟ کدوم قضیه رو فهمیدم؟ حیات نمیخواست بگم، ولی حالا که کار به اینجا کشیده شده میگم. عوضی خواسته به حیات تجاوز کنه، خواسته به زور بوسش کنه. چی؟ برای همین ما اون شب زود برگشتیم. حیات هم کل شب داشت گریه میکرد، برای اینکه حال بقیه گرفته نشه نذاش من کاری بکنم. جک! ولش کن داداش، بیا اینور. هدفت چیه؟ برای چی اون عکس رو دادی به روزنامه؟ تو کی هستی؟ بلکن ببینم. ولش کن این، ولش کن این، دندوناشو بریزم تو دهنش. بیا نباشیم چی میشه ها؟ آروم باشین آقایون. تو کی هستی ها؟ کی هستی که آویزون منشی من میشی؟ خودش برای من دوم تکون میداد. تازه یه دختر آشغال ارزش این همه ناراحتی داره؟ واقعاً که جونور گرسنه‌ای هستی. نمیتونم بگم که چقدر خوشمزه بود دختر. حالا که موضوع کرمم حل شده دیگه. یعنی دیگه راحت شدی؟ فقط این وسط قلب من شکسته. میچسبونیمش خوب میشه. چی میشد همه چیز مثل روزای اول خوب میشد؟ کارم ردیف شده. حقوق اولمو گرفتم. دیگه مامان و بابامم راضی کردم. این چه کاری بود که کردی مراد ها؟ این چه کاری بود؟ اون دختر چی داشت که برگشتی؟ شما به هم بگین چی داشته؟ مرد جماعت اینطوری هم دیگه، سوال نکن. برو خودتو شو کن که قبل از رابطه جدی با تو برگشت پیش اون دختره. میتونست وقتی با تو بود این کارو بکنه. این کارو نمی کرد. چرا ملکه خوبی ها؟ چون شبی که حیات تو خونه اون موند، اون خواب بوده روشو پتو کشیده. به علاوه من هنوزم باور نمی کنم که بین اونو چیدم چیزی باشه. اصلا باور نمی کنم. آخرش این خوشخیالیه تو منو میکشه دختر. عزیزم به نظر من تو هم یکم داری خودتو گول میزنی. مثلا اگه الان این در باز بشو مراد بیاد داخل، چی کار میکنی؟ اگه الان این در باز بشه و مراد بیاد داخل، پرستار هستش؟ شما اینجا چی کار میکنین؟ خودتون اینجا چی کار میکنین؟ این چه وضعیه؟ باشه این سالا رو بیخیارشین. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب من چیزیم نیست، ولی بقیه داغون شدم. بقیه؟ مظلوم دیگه ای هم هست؟ من متوجه نشدم. شما میگین طرف مقابلو خیلی داغون کردی، ولی وضع شما هم خیلی خوب به نظر نمیاد. اسمت اصلی بود درسته؟ بذار تعریف کنم اصلی جان. وقتی وضعیت ما که خوب اینجوریه، خودت دیگه فکرشو بکن اونا چطوریه. پس خیلی بد. ای پک، یه دفعه غافلگیر شدم، اگر نه صورتم اینجوری نمیشه. ساکت شو، ساکت شو. این کله گندتم بالا بگیر. همین روز اولی جلوی دوست دخترت زایی شدی. گفتی دوست دخترت؟ همینجوری گفتم بابا سرتو بالا کن، نیارش پایین، بالا. درد دارم، دستم بگیر، دستم درد میکنه.
دردتون کمتر شد؟ دستم و بیخیال، حداقل روحیم خوبه. دعوا کردین راحت شدین دیگه؟ به خاطر اون نیست، تو نداری. به علاوه بعدن به حسابت میرسم که اتفاقی که تو این کار برات افتاده بهم نگفتی. فکر میکردم که جکو برای این زدین چون عکسای شما با چیدم و به روزنامه داده. آره؟ آره اونم بود، به خاطر اونم بود. یعنی شما میخواین بگین که دوباره با چیدم ارتباطی نداری؟ درست فهمیدم؟ از اولش هم نداشتم. چرا اینو پرسیدی؟ هیچی، همینجوری. شما چرا خوشحال شدین که من دوست دختر جک بی شخصیت نیستم؟ هیچ، همینجوری. دستت یخ زده، اگه بخوای خودم میگیرمش. وقتی دستم روی دست شماست یخ نمیزنه، راحت باشی. شما نگفتم، منظورم اینه که دست شما هم دست منو گرم میکنه. شنیدین وقتی میگن که خیلی سردش شد لخشو یکی دیگر رو بغل کن؟ چی کار کنم؟ میخوای لخشم؟ نه خیر، مسخرم نکنین، فقط میخواستم کارمو یه جورایی توجیه کنم، اما شما همش فکر بد میکنین. آها، پس میخوای فکرای بد بکنم. باشه، کشش ندیم دیگه. خیلی خوب، کشش ندیم. این آقایون هستن. دروک سارسیلماز، مراد سارسیلماز و کراماکار، شما هستین؟ بله ما هستیم. موضوع چیه؟ ازتون شکایت شده. پیداش کردم از دست دادمش. این کرم حقش بود، براش درس عبرت باشه. تقاص همه کاری که با من کرده رو بده. اوف، الان دلم میخواد به سرنوشت حمله کنم. دوست من، عشق یعنی خون دل خوردن، عشق یعنی صبور بودن. دو دقیقه ایزادی تو خط فیلمای ترکیه قدیمی، مگه چی شده؟ بردنشون کلانتری دیگه. اینطوری نگو دوست من، یعنی حق با حیاته که حمله کنه. مراد خان از نزدیک خیلی خوش تیپه، آدم دلش میخواد یه عمر پرستارش باشه و ازش مراقبت کنه. همه یه همچین مریضی میخواد. موضوع این نیست که این وسط حق خوری شده، من از اون ناراحتم. بی خودی شلوغش نکن عزیزم، ما که میدونیم چته خانم، به خاطر تو این وسط ما آمدای عاشقا رو درآوردیم علکی.
تورم دیدم ایپی خانم، تورم دیدین. چیه؟ بس آدم کمکشون کردیم، طرف کتک خورده بود، میخواستی منم یه لگد بهش بزنم؟ باشه دیگه، منظورتونو فهمیدیم. باشه، اما الان چی کار کنیم؟ همینجوری دست رو دست بذاریم نمیشه که. نه خیر، البته که نمیذاریم. جای منشی کجاست؟ کنار رئیسشه. مراد هر جا باشه منم همونجام. آقا مراد هر جا باشه من اونجام. دخترم، من نمیتونم اینجوری برگردم خونه. دختر بلند شو، بلند شو دختر، بلند شو، از بس شیرینی خوردیم حالمون بد شد. زود باش بلند شو، با دستای خودمون قبر خودمونو داریم میکنیم. ساعت چنده؟ باور کنین زن صدای منو میشنوه. چی کار کنم؟ چی بهش بگم؟ جواب بده. بله مامان. ساعت چنده دخترم؟ مامان زنگ زدی اینو میپرسی؟ خب خودت نگاه میکردی دیگه، ساعت 22:15 دقیقه است. من دیگه قطع میکنم. منو دیوونه نکن دختر، من شما رو فرستادم بیمارستان که اونجا دوره پرستاری ببینین ها؟ قرار بود شیرینی رو بدین و سری بیای. نمیتونیم بیایم مامان جون، نمیتونیم. اتفاقای غیر منتظری پیش اومده. ایپک گوشی رو میدم برای مامان توضیح بده. خاله امینه جون. ها پسر خاله من، همونی که سابقه داره، کرم رو میگم. آره همون کرم. خب میدونیم باز پاش بکلان تری. دروغ میگی. من دروغ نمیگم خاله امینه. والا به خدا بردنش کلان تری. مامان قسم میخورم چند لحظه پیش شورای چشمون بردنش. خاله امینه جون، من بعدا همه جزئیاتو براتون توضیح میدم. میبوسمتون، خدافظ. دختر وایسا، وایسا، قط نکن. قط چی شده؟ مگه دروغه؟ نه نیست. بچه ها من دیگه طاقت ندارم، زود باشیم بریم، دیگه نمیتونم صبر کنم. شاید چیزی لازم داشته باشن، وکیلی، قاضی، لباسی، پیراهنی. معده‌شم درد میکنه، آخه ناراحتی معده داره، اوضاع دستشم خیلی بده. یواش دیگه، اینقدر تون نرو. ولی وکیل مهمه. آره به نظرم بهتره به خانواده مراد زنگ بزنی. نمیتونم زنگ بزنم، شمارهشون رو ندارم، اما چالی داره درستش میکنه. پس تو به چالی زنگ بزن، تو هم چیز کن، گزارش پزشکیشون رو بیار. باش دست پر بریم اداره پلیس. زود باش دیگه، به چالی زنگ بزن. ای خدا، ای وای، ای وای، ای وای، اگه این وقت شب بلایی سرشون بیاد چی؟ چه بلاهایی که سرشون نمیاد؟ ممکنه تو چنگ قاچاقچی اعضای انسان بیفتن. آره دیگه قاچاقچی. وای خدا نکنه، خدا نکنه. این وقت شب همه دزدا و قاچاقچی ها بیرون. ای وای، گیروگانگیرا، قاتلای دست زنجیری، متجاوزا. خدای من چی داری میگی؟ نگو تو رو خدا. دختر به خاطر تو فشارم رفت رو 1500. من بهشون اجازه دادم برن. من چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ بریم پیششون، بریم پیش پلیس. آره فکر خوبیه، بریم. باشه بریم، باشه. دختر صبر کن، مگه اینا نگفتن میریم کلانتری؟ آره گفتن. خب بریم اونجا چی بهشون بگیم؟ بگیم ببخشید ها دخترای ما اومدن کلانتری، بی زحمت مراقبشون باشین ها. آخیش خیالم راحت شد. خوب شد این پسر دردسر درست کرد رفت کلانتری. مگه امتر از کلانتری هم هست؟ خیلی جای امنی اونجا. ای خدا. باز به چی میخندی؟ به تو میخندم. چرا؟ اعصابم خورد شد. یعنی چی بردنشون کلانتری ها؟ ای بابا، گفتی کی شکایت کرده؟ خب کدوم کلانتری؟ باشه چلی، باشه، ممنون دخترم. نه نه، تو به کسی زنگ نزن، من هر کاری لازم باشه میکنم. چی شده نجات؟ پسرامونو بردن کلانتری. دروکم؟ حتی کرمان بردن. چی شده؟ تعریف کن دیگه. با یکی دعوا کردن. خب حالشون چطوره؟ خوبن؟ نمیدونم. این وقت شب چرا داد و بیداد میکنین؟ خیلی باشه. والا همچینم خیلی نیست مادر جان. چی شده؟ چه میدونم، بچه ها دعوا کردن، بردنشون کلان تری. اینجوری تلا تلا میارم اتون، میبینین پدر همه تونو در میارم. ببین
تو فعلا صدا در نیاد. صدا تو ببر بشین سر جات. ببین با چی کار میکنم. بشین سر جات. ببینین رسما داره منو تهدید میکنه. حرف اضافی زدی اونم جواب تو داد دیگه. ببین بچه اگه یه حرف دیگه بزنی میزنم دندوناتو میشکنم. فهمیدی؟ ببین میگه تهدید. آقایون لطفاً آروم باشید. برو. بفرمایین از شما شروع میکنیم. کارت شناسایی لطفاً. مراد سارسیدماز، همون سارسیدماز معروف؟ بله. عجیبه، معمولا وقتی خانواده های معروف رو میارن اینجا پر از وکیل میشه. به نظر من که اونا به وکیل نیاز دارن، نه ما. موضوعم همینه، اون آدمی که اون بیرونه از اسم من و خانوادم سوء استفاده کرده و یه سری خبرهای دروغین به رسانه ها داده، میتونم ثابت کنم. ببخشید، خیلی معذرت میخوام، ولی موضوع تجاوز به زندگی شخصیه. باشه، همه رو فهمیدم، تو صورت جلسه مینویسم، اولین اطلاعات رو وارد کنم. نجات، پسرای خانواده معروف و بزرگ سارسیلماز باید شب و تو بازداشتگاه بمونن؟ باید قبل از اینکه دعوا میکردن به این چیزاش فکر میکردن. از کجا معلوم؟ شاید تقصیر بچه ها نباشه. چه فرقی داره مادر؟ چه فرقی داره؟ عکس‌العمل منو در این مورد خوب می... نمیده. البته که نمیتونن جواب بدن، گوشیاشون ازشون گرفتن. آلمشلردر تلفن‌ها ایلرینن. حالا چی کار کنیم؟ یعنی چی کار کنیم عظیم خانوم؟ نجات به رئیس کلانتری زنگ بزنه بچه ها رو آزاد کنن. من به هیچ کس زنگ نمیزنم، تمام شب بمونن تو اون بازداشتگاه تا عقلشون بیاد سر جاش. اگه خیلی دوست داری بذار پسر خودت بمونه، اما من نمیذارم پسرم امشب تو بازداشتگاه بمونه. مگه مال تو مال من داریم؟ این چه طرز حرف زدنه؟ بولدور بازی در آوردن، من نمیتونم بیارمشون بیرون، بهشونم جایزه بدم. اگه تو کاری نکنی من پسرمو میارم بیرون. دریا، اگه از اون در بری بیرون دیگه نمیتونی برگردی. گفته باشم. شما با سارسیلماز چه نسبتی دارین؟ در ظاهر راننده آقا مراد هستم، ولی خب دوست دوران سربازیشم هستم، یعنی رفیق صمیمیش، دوست قدیمیشو، کسی که جونشو فدای رفاقت میکنه. همون راننده کافیه. اگه کافی بود خودم میگفتم. بنویس داداش، همه رو بنویس. اگه میخوای در مورد جد آبادت هم بنویس. داداش کشش ندین. اگه کارمون تموم شده میتونیم بریم سر کار. بله بله، زیر اظهاراتتون رو امضا بزنین، کارتون تمومه، میتونیم بریم. بریم لطفا. کجاست باید ببینمش؟ باشه آروم باش. این متجاوز مجرم اصلینه. آقا مراد بیگناه، این عوضی مجرمه. دارم بهتون راستشو میگم. چه خبره؟ باشه دخترم، کافیه. یه صفت عوضی. سرکار به خدا آقا مراد بیگناهه، اون فقط خواسته از خانوادش و از شرافت و ناموس کارمندش دفاع کنه. میزنم دماغ مماغتو داغون میکنم. کم زدنت، باید یه جوری میزدن که دیگه نتونی را بری، فهمیدی؟ بله، با توجه به اینکه وکلامونم اومدن دیگه اصلا مشکلی نداری. خیلی خوب، یه چیزی بگم؟ ممکنه ما اولین موکلی باشیم که به خاطر وکیلاشون میافتن زندان. وحشیا. سرکار ببینین، ما گزارش موثق پزشکی داریم. این حیوونا دوست پسر منو زدن داغونش کردن. گفت دوست پسر؟ سر الان از شادی میمیرم. من واقعا نمیتونم اینجوری آروم باشم. بزنین من بزنم سر و صورت اینو داغون کنم بیارم پایین. گرچه نیازی به گزارش پزشکی نیست، با یه نگاه میشه فهمید. عشق منو، دوست پسر منو اینقدر کتکش زدن که دیگه نمیتونم تو صورتش نگاه کنم. سرکار واقعا دلم براش میسوزه. دیگه داری منو بین اینو کوچیک میکنی ها. ساکت شو آخران وقتی این حرف واسه ای بابا. سرکار این یارو که عین مار داره نگاه میکنه، اصلا به حرفاش اعتماد نکنیم. این یارو منو با دروغ و کلک برد یه جای خلوت و خواست منو وادار کنه کارهای بد بکنم. این بیشرف متجاوزه، در واقع من شاکیم. مگه چیه؟ فقط خواستم بوست کنم دیگه. سیلمونم همون موقع خوردم، اما اگه خوشت میاد یه بار دیگه هم میتونیم امتحان کنیم. میکشم اتاش خواهد بایست رو بینم. اینجا تالیت کنم. تو کی هستی؟ من دستیار منشی مراد سارسیلماز هستم. تو؟ من دوست دختر آقا هستم. کدومشون؟ همونی که صورتش حسابی داغون شده اون. ایپک زشته بابا. خانم ها با این موضوع ارتباطی دارن؟ نه قربان. فهمیدم. پس شما بریم بیرون، اینا هم مستقیم میرن داخل. تا
تا صبح تو بازداشتگاه میمونن که عقلشون بیاد سر جاشون. ایپک ایپک برام نامه بنویس. نامه ببینم رابیو منتظرت. گزارش پزشکی رو به کی بدیم؟ بفرمایید بفرمایید. آی چقدر مهیج، چه شبی بود، عشق درام اکشن. خب الان قراره چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ میریم خونه و سرمونو میذاریم رو متکامونو میکپیم. همین. به این دوست بی احساس و بی تفاوتت یه چیزی بگو، اینا به خاطر ما قراره شب تو بازداشتگاه بمونن، اون وقت خانم میخواد بخوابه. چیکار کنیم؟ میخوای بریم خلاف کنیم ما رو هم بندازن پیش اونا؟ آره فکر بدی هم نیست. نه 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 نه، آروم باش آروم باش عزیزم. یعنی اتفاقیه که افتاده، شما دیگه برگردین خونه. اتفاقیه که افتاده دیگه ولش کنی. ای بابا، اومدیم ابروش رو درست کنیم، زدیم چشش هم کور کردیم. یعنی الان دارن چی کار میکنن؟ رفیق، دوست دختر تو هم با کسی شوخی نداره. شکایت دارم، صورت دوست پسرم رو داغون کرد. این منم که از تقدیر شکایت دارم. البته نباید حیاتم نادیده بگیریم. بامبی ما رسما به برف تبدیل شده داداش. عشق انجام وظیفه باعث میشه آدم چه کارایی نکنه. داداش چه ربطی به انجام وظیفه داره؟ دختره مرده، مرد. واقعا دختره با معرفتی هستن. کم مونده بود یه فصل کتکم از اونو بخورم. نه 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 نه، اگه نمی اومدن اینجا ما الان این تو نبودیم. آره الان من نمیفهمم این پسره از این قضیه چه سودی میبره ها؟ حالا که از حیات خوشش میاد چرا عکسای شما رو داده به روزنامه؟ نه نه، اون سودی نمیبره، چیدم خانم سود میبره. دروغ میگم؟ از این قضیه کی سود میبره؟ اون دختره اومد گریه کرد و گفت من کاری نکردم. کلی گریه کرد، گفت خانواده منم ناراحتن. از دست تو داداش. تو رو خدا رفیق، ما داریم در مورد کی حرف میزنیم؟ بالاخره اونم به اندازه من از این عکس ناراحت شده. داداش مگه تو چیدمو نمیشناسی؟ همیشه راه فراری پیدا میکنه. اون اشکاش که تمسا بود. بالا بیارم. ببینم تو با چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ اگه مستخدمت نبود مونده بودم پشت در. خب حتما نشنیده. یه لحظه صبر کن بذار ببینم. آره انگار زنگ زدی. الو. چیدم جون، صدای زنگتو نشنیدم. ببین چی میگم، امروز خیلی سرم شلوغه، یه وقت دیگه حرف بزنیم. بای. اصلا نمیتونی فرار کنی، فورا باید مشغول شیم. سه تا لباس عروس میخوام، یکی برای عروسی تو کاخ، یکی برای مهمونی، یکی هم برای مهمونی آخر شب. چیزایی که خوشم اومده علامت زدم. قول میدم هر وقت دنیا برعکس چرخید منم کارمو شروع میکنم. باشه؟ آخه اگه الان شروع کنیم تازه برای پاییز آماده میشه. من به عنوان عروس سارت باید یه لباس خاص بپوشم. با توجه به اینکه داماد مراد و دروک نیستن، احتمالا نجات خان قراره دریا خانم رو طلاق بده و تو رو بگیره. آره مسخره کن، من با مادر شوهرم آشنا شدم، با هم قهوه خوردیم، چای خوردیم، تا دم در خونه منو بدرقه کرد. تازه تو دیگه کارمند من محسوب میشی. فردا پس فردا من دیگه رئیست میشم. ناراحتم نکن. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam.
diye başladın her bir şarkı vardı neydi la la.